سلام میکنم خدمت شما دوستای عزیز و گل وقتتون انشالله که بخیر باشه. بچه اومدم در رابطه با فرق معدل بین 15 و 19 بهتون بگم. کسی که نمره هاش پایینه دیگه با قبولی خداحافظی کنه، تموم. این که من یه نمره 16 دارم، یه نمره چه میدونم 17 دارم، دوباره یه نمره 14 دارم، آیا قبول میشم؟ نه عزیزم، شما دیگه قبول نمیشی. چرا؟ به خاطر اینکه کنکور 1403 که داره میاد تأثیرش 50 تا 60 درصده، یعنی بگیریم خب همون 50 درصد، 50 درصد سوابق تأثیر داره توی کنکور شما. بعد چطور میگی که با نمره پایین میتونم قبول بشم؟ خیلی از بچه ها دارن میرن نمره هاشون رو برسونن بالای 19، بعد تو تازه داری میگی که من مثلا نمرم 15 است، نمرم 16 است، آیا قبول میشم؟ همچین چیزی نیستش. به عنوان مثال بچه با معدل 19 رتبه کنکورتون قشنگ بین 10 تا 20 هزار تا توی کنکورهای بزرگ مثل تجربی جابجا میشه و از اونجایی که خب تأثیرش رفته بالا، حتی ممکنه که این داشتم میگفتم بچه از اونجایی که تأثیرش رفته بالا قاعدتا این فرق رتبه‌ای که به شما داده میشه خیلی زیادتر خواهد بود. مثلا ممکنه یکی با نمره 20 معدل 20 و نمره 20 تمام دروسی که ترمیم کرده 20، ممکنه اصلا 30 هزار تا جابجا بشه، 40 هزار تا جابجا بشه. خب طبیعیه، چون کنکور 50 درصده، سوابق 50 درصده. بعد بچه دیگه وقتی رتبت خوب بشه قبولی شهر دورت به قبولی شهر محل زندگی تبدیل میشه، یعنی ممکنه توی تهران زندگی کنی و خب خیلی از استانهای اطراف برای تهران هم میزنن، میتونی خودت به راحتی تهران رو بزنی و قبول بشی، یا استانهایی که دوست داری بری درصد قبولیت میره بالاتر و چی بهتر از این. اوکی. و مورد بعدی این که اگه توی رشته تجربی باشی یا حتی رشته های دیگه انسانی، ریاضی، زبان، این رشته هایی که به عنوان مثال مثلا پیراپزشکی هم توی تجربی یهو تبدیل میشن به رشته های تاپ، میتونی به جای اینکه پرستاری بری بری پزشکی، بری داروسازی. اوکی، قاعدتا وضعیتت خیلی بهتر میشه دیگه و دیگه خیالت راحته که جدا از کنکور هم حتی میتونی رشته های با سوابق خوب رو بزنی. یعنی تو بگو معدلت 20 کامل، نمرهات 20، یه دونه رشته خوب مثلا توی چه میدونم تهران هست، یه دونه با سوابق، دیگه استانهای دیگه نیستش، میتونی بزنی اونو و قبول بشی، مطمئن باش. اوکی. و دیگه میتونی حتی با خیال راحت پشت کنکور بمونی اگه نخواستی بری و نمرهات همچنان تا خرخره ترازشون بالاست، یعنی اگه بچه ها دو سال خودشون رو بکشن بچه های دیگه نمیتونن بهت برسن. پس شما معدلتو بالا کن، 19-20 وضعیت توپ میشه. اما اگه معدل 15 باشه 16 باشه، خب قاعدتا کاری از دستت بر نمیاد آنچنان، یعنی حتی کنکور رو 50 درصدش رو بگیری، یعنی 100 درصد بزنی همه درس‌ها رو، تازه میتونی به این فکر بکنی که یه سری دانشگاه‌های خوب بری، 100 درصد کنکور رو بزنی که به نظرم میتونی توی امتحان نهایی 100 رو بزنی، چون آنچنان فعلا سخت و نفسگیر نشده که این کنکور بری و ببینی این تستا نمیتونم، اونو نمیتونم، اینو نمیتونم، میتونی همشو جواب بدی. یا علی،